سلام از زاید دل امیدوار استم خوش خورم باشین در هر کجای دنیا که هستین شاد و خندان باشین امروز من وقتان ترسه کل پلاو نشان میتم و کسای که علاقه منده کل پلاو است یا کل پلاو خوش داره حتما ترای کنه بسیار مزدار و لذیذ است و آسان پخته میشه البته این کله را پاک صفا ما از دوکان میخریم زحمت نداره و باید بگویم که این کله کله گوسفند است از گوسفند زیادتر برای کله پلو استفاده میکنیم زیادتر مزدار میاییم ببینین از اینا که بسیار نرم و ملایم پخته شده و حال ما بلتن میگم که در از این کلپلاو چی نیاز داریم روغن 5 قاشق زخوری 2.5 پیاله برنج 3 دانه پیاز زیره نمک زردچوبه دارچین مرچ سیاه پودر گشنیز از هر کدام از یا یک قاشق چایخوری استفاده کردیم ما 3 دانه پیاز این را اول بسیار خوب کرده در بین روغن مندازیم میمانیم که خوب پیاز ما زرد شد وقتی که پیاز زرد شد سه دانه سیر مندازیم بخشش باشه سیر در اول ما ذکر نکرده بودم بلکه نگفته بودم سه دانه سیر تازه در بینش مندازیم اون رای پیازی را خوب سرخ میسازیم البته باید یادآورشم از این نه که همیشانه را حمایت کردم و حمایت میکنم پیامای مقبول زیبا میمانم تشکری میکنم دوستتان دارم و همیشه میگم که چرا ویدیوهای آشپزی خود را زیاد نمیمانید بخشش باشم و این دفعه کوشش میکنم که در شما نزد نو ویدیوهای خوبتر و بهتر تیار کنم و همراه شما شریک بسازم قسم که میبینین پیاز تقریبا سرخ شده مساله را مندازیم مساله را برای چند ثانیه خوب شور میکنیم تا کم رای پیاز یک کم دون سرخ شده و حالا کله را میمانیم دادیک و 8 پیاله آب بهش اضافه میکنیم البته آبمون باید خوب جوش باشه و بسیار وقتش کم ایره برای 4 ساعت میمانیم و در جریان از این 4 ساعت باید ما هر نیم ساعت یا 20 دقیقه یا 40 دقیقه بعد خبر بگیریم و خود از این کله را باید رویشه تبدیل کنیم من از این عالم زیر آتش البته کم کردیم بسیار برارت کم باید دیره بانیم که خوب جوش بخوره تا که خوب نرم شون از زای دل من اول در دیگه کلان مانده بودم فکر کردم در دیگه خورد شاید جای نشه
باز ددیگه خورد انداختم تا که خوب پخته شد. حال شما میبینین که چقدر گوشت کله خوب نرم و ملایم شده و بسیار مزه‌دار پخته شده. حالا نوبت برنج است. برنج خوب در آب نمکی، البته نمک هم مندازیم، با 14 پیاله آب ایده خوب جوش میدیم که برنج ما خوب 98% باید پخته شود. باز ایده اوشه صاف میکنیم. از دل قسم که میبینین برنجا قد کشیده نرمم شده. بازی رو میمانیم برای یک دو دقیقه دیگه. اینال وقتش رسیده که ما برنج صاف کنیم. برنج خودمون رو صاف کردیم و از شوروای کله یا آب کله ما اینجا گرفتیم برای دم برنج. برنج دادیک مندازم، باز از امی شوروای کله بالای زین مندازم برای دمش و میمانم که تا خوب آب زی یا شوروایش در برنج جذب شود و دم شود. خود کله را نازم نام در برنج نماندیم به خاطر که برنجا را مشکنانه یا برنجای ما توتا توتا نشه. با مخاطر ما کله را علایده میمانم. حالا بخیر پلاو خود را دم میکنیم. سرش ما برای چند دقیقه میمانم بدون از اینکه تکه بانم. سرش پت میکنم تا که سری دیگه عرق بزنه. بعد از او که 20 دقیقه یا زیادتر وقتی که سر دیگ عرق زد یا آبش کم جذب شد، بعد از اون تکر میمانم. میمانم که خوب دم بگیره. بعد از اون پلاو ریدی میشن. نازنین ها اینجا قسمی که میبینیم پلاو ما بیخی آماده است. بسیار یک کلا پلاو مزه‌دار، مقوی و آسان پخته شد. جای شما نازنین ها از خالی حتما از این برتان آماده بسازین. باور دارم که حتما خوشتان میاد. از آل در غوری می کشیم. اول خود می کله را میمانیم در غوری، بعد از او برنجا را پلاو در بالاش مندازیم. و ایام کله پلاو آماده شد. نازنینا و تشکری خاص از هر یک شما از دل میکنم که تا آخر از این ویدیو را همراه ما بودین و مرا حمایت کردین و امیدوار هستم که از این بعدم حمایت کنین. شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. الله یار مددگار شما. نازنینا